سلام دوستان گل، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جایی هستین سالم و سلامت و لبتون خندون باشه. اومدیم یه پارت دیگه از بازی هارت آف آیرون فور ماد کولد وار، در واقع همونطور که خودتون دوست داشتید و اونقدر من کچل کردید گفتید، و ما هم مرغوب شدیم که در واقع ترغیب شدیم که در واقع این مود رو ادامهش رو بریم. قبل از اینکه بازی رو شروع بکنیم مثل همیشه لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. پر قدرت، پر انرژی، با هر پوری که فکر میکنید میریم جلو. بنازم بچه، من تاریخ رو مطالعه کردم، اینم نگم، و یه جورای خودم نظر شخصی مینه، خودم نسبت محمد رضا شاه بنده خدا واقعا دودل شدم. ببینید تو پارت قبلی اگه ندیدین حتما برید ببینید، اون بالا میذارم. ببینید ما انتخابات داشتیم، ترور داشتیم و بعد چیزهای دیگه. ببین داستان از این قرار بود که در واقع آقای نواب صفوی در واقع اومد رنده سران ما رو زد. اینا اول میخواستن در واقع یه جورای انقلاب اسلامی رو به وجود بیارن، حتی کتاب هم براش درست کردن، بر اساس اون رفتن جلو و کارهای دیگه. به هر حال مصدق حکومت رو گرفت، یکم رابطهش با اسمشو الان یادم رفت، اینجا اکسیکیوتشو داریم، اعدامشو، آقای نواب صفوی، یکم رابطه ها خوب نشد. داستان از این قرار چی بود؟ که اسرائیل اومده بود بالا، اینا شاکی بودن، اینا میخواستن حتی توی قم اگه اشتباه نکنم یه چند هزار نفر آدم جمع شدن، فکر کنم بین 3000 نفر جمع شدن، میخواستن اینا رو بفرستن اسرائیل، فلسطین، کمک فلسطینیا. در این حد اونقدر شورش های داخلی زیاد بود، که در واقع همین آقای نواب صفوی رنده تمام سران حکومتی نخست وزیرای ایران رو زد. فکر کنم اگه اشتباه نکنم 5 تا ترور داشت که آخریش نافرجام بود، دستگیر میشه و در آخر هم حکمش میاد، که اینا حالا جلوتر همه این اتفاقات رو داریم. متاسفانه تو این ماد ریزکاریا رو نگفته و شما باید ریزکاریا رو متوجه بشی. و داستان از این قرار بود که ما عملیات آژاکس رو هم انجام دادیم، با اینکه حالا قبلش ما محمد رضا پهلوی رو آورده بودیم. بریم بازی رو با قدرت شروع بکنیم. ببینید خیلی تاریخ فراره، من بخوام الان مثلا خیلی کامل مثلا توضیح بدم کینگ سعود چی شده؟ لانگ لیف تو دی کینگ، ابن سعود مرد، کشته شد. سعود بن عبدالعزیز آل سعود، حکومت در واقع این عربا رو همچون که میبینی اینجا دیزرت نومند با شطور دارن را میرن. ای بابا اشکال نداره. ببینید ما تولیدات خودمون رو فعلا بیاریم بالا با قدرت. حالا ما داریم برق میسازیم، چیه این؟ نمیدونیم. تاریخ ایران رو داشتم میگفتم، نواب صفوی اونقدر افراطیه، من میتونم بگم چپیم بود، چنان افراطی بود که اصلا نگم براتون، قابل گفتن نیست. اونقدر افراطی بود که گفت آقا سرانو بزنیم. بعد متاسفانه ببینید شما یه سری چیزا میخونین که کرک و پرتون میریزه. مثلا آیت الله بروجردی که در واقع مرجع تقلید تمام شیعیان بودن و سرشون هم قسم میخوردن و تو نمیدونم عراق و کشورهای دیگه. ببینید نمیدونم تیر اول رو کی زد، نمیدونم واقعا. درگیری های بین کاشانی و مصدق، ببین اینا یه چیزی میدونستن، نباید اینا میومدن حکومت رو در واقع تو دست خودشون میگرفتن، اینا یه چیزی میدونستن. اونایی که میدونستن و رندشون رو زدن. حتی نواب صفوی اصلا با بروجردی دیگه رفت آمد نکرد و سر همون جا هم در واقع خمینی و امثال کم اینا اصلا سه تا جبهه جدا شدن. و به هر حال تیر اول ایران رو واقعا من نمیدونم کی زد، واقعا من نمیدونم. فقط تنها اینو میدونم که 100% پشت شوروی، انگلیس و آمریکا بودن. یعنی غیر از این سه تا حالت هیچ حالت دیگه وجود نداره. مگه میشه ایرانی که در واقع این همه عذاب کشیده، داستان کشیده و اینا و زیر سلطه قدرت‌های برتر بوده بیاد شاخبازی در بیاره؟ امکان نداره. همونطور که الان مشاهده میکنیم ما قانون در واقع حکومت نظامی رو داریم در کشور، یه سری بونوس‌های منفی رو داریم سر ترور نافرجام و ترورایی که در واقع انجام شده. آره دیگه، رزمارا رو که کشتن، عبدالحسین حجی رو در واقع کشتن، دیگه نمیدونم جلوتر
جنرال حاجعلی رزمارا رو کشتن. علت ترورش هم این بود که این آقا میخواست یک قرارداد همون نفتی ایران با همون انگلیسی های نامرد رو یه جورایی بهبود ببخشه و یه سری چیزها یه سری حرکت ها بزنه و اینا، که اینا قبول نمی کردن. به هر حال نفت ملی شد و ما اون قرارداد 1933 رو بیخیالش شدیم. این خوبه، این حداقلش خوبه، ولی خب کل مشکلات از همین قرارداده به نظر من شروع شد دیگه. قرارداد هم بخوام توضیح بدم، قبل از همه این داستانا و اینا اصلا انگلیس ایران رو تهدید کرد که داداش اگه نظری من نمیدونم، اومدن که شرکت نفتی در واقع تو ایران تأسیس کردن، قرار شد آقا 1% هم به ایران بدن، 20%، 15%، 1%. آقا رضا شاه اگه اشتباه نکنم گفت آقا این چیه بابا درصدی که داری میدی، چرت و پرت، دوره از اصلا سوزوند اون قرارداد، سوزوند و گفت آقا یکی دیگه بنویسید. بعد این کارو که کرد انگلیس تهدیدش کرد، زرنگی منم تمام اموال تو خارج از کشور مصادره میکنم. اینا هم دیدن که اوضاع خیلی خیته، گفتن آقا اوکی حداقل 20% به ما بدید. جنگ جهانی که اتفاق افتاد و بعد از جنگ قیمت نفت که میاد پایین، حالا فکر کنم قیمت نفت میاد پایین دیگه، اینا میگن ایرانی‌ها دوباره میان زرنگه بکنن، دادش بیا قرارداد رو ببندیم، ما به همون درصدی که شما گفتید راضی. اینا گفتن نه، زدن زیر همه چی، گفتن شما باید اینقدر درصد بدید. خب فوکسامون رو فعلا انجام بدیم، بریم ببینیم داستانمون چیه. خب ما الان باید به نواب صفوی این فرصت رو بدیم که در واقع یه جورای جولان بده. آهان، این فکر کنم فوکسیریه که در واقع نواب صفوی خیلی اصرار داره که شاهو ببینه و به واسطه همون امام جمعه تهران در واقع نواب صفوی میره که با شاه دیدار بکنه در رابطه با یه سری مسائل. آهان، آقای کسروی اگه اشتباه نکنم، یا کسروی یه همچین آدمی میره باش دیدار میکنه، میگه داداش جلوی اینو بگیر. نمیدونم جلوتر داشته باشیم، نمیدونم، حقیقتا نمیدونم. میگه آقا جلوی یکی از سران رو بگیر، این اومده کتاب غیر اسلامی رو در واقع تولید کرده، نمیدونم این مسلمون نیستش، اومدن کتابش رو آوردن قوم، در واقع علما این کتاب رو خوندن و اینا دیدن اوضاع خیلی خیته. بعد اینا در واقع میرن باهاش صحبت میکنن، مکاتبه میکنن، داداش نکن این کارو نکن، ما کشورمون مسلمونیه فلان فیسال و اینا، مرتد نشی. آقا هی برو بالا پایین فلان اینا، هیچی گوش نکرد. و خلاصه عرضم به حضورتون که بالاخره دیگه نواب صفوی مجوز رو میگیره، میره پیش روحانیون قم. قم کجاست؟ کاشان داریم ولی قم نداریم، جالبه. میره اونجا و حکم مرتد آقای کسرایی نمیدونم یه همچین آدمی رو میده و در واقع تروریستایی میشه گفت نواب صفوی، واقعا تروریست بودن. در واقع میرن تو کاخ دادگستری اگه اشتباه نکنم، میرن تو دادگستری میرن اونجا. به هر حال در واقع عرضم به حضورتون که منشی و آقای کسرایی یا کسروی یا هرچی که هست به طرز کاملا فجیع با چاقور رندش میکنن. حکم مرتد رو داده بودن بهتون دیگه، حکم مرتد میدونین جریانش از چه قراره. فعلا بازی رو با قدرت شروع بکنیم. اقتصادمون 100 میلیارد دلار سود کردیم، ما با این پول میتونیم در ادامه یه سری هواپیما و این داستانو بخریم. فعلا محمد رضا شاه پهلوی حکومت رو در دست داره. خب ما در واقع اجازه داریم که آقای نواب صفوی هم ما رو ببینه، یکم اوضاع رو اوکی میکنه. حتی یه جریاناتی پیش اومد که حتی محمد رضا شاه مجبور شد که اون حرکت‌ها رو انجام بده، که حالا دیگه اونا حافظم یاری نمیکنه. میتونید بیشتر برید تاریخ رو بخونین تا در جریان موضوع قرار بگیرید. ما این قسمت رو هم میتونیم بزنیم که تولیدات نفتیمون، البته ریسرچاشو تا سرعت ساخت و سازش میاد بالا، ولی من بهتر این قسمت رو بزنم تا ساخت و سازای کارخونه‌های اصلیمون بیاد بالا. حتی یه جریاناتی میگم میشه، نواب صفوی میره آقا پیش محمد رضا پهلوی میگه داداش باشه چش قبول هر چی که تو بگی. اینجوری دیگه آروم آروم نفوذ اومد بالا و جنگ بین محمد رضا شاه پهلوی و خلاصه اسلامیون افراطی
خیلی داستان داره، خیلی داستان داره و واقعا آدم فشار میخوره. جنگ کره و کره ها، در واقع جنگ کره، کره ها چیه؟ جنگ کره فعلا خدا رو شکر جنگی رو ندارن، ولی خب خوشبختانه هم چین هم شوروی به کره گارانتی دادن، ضمانت دادن، این طرف هم آمریکا گارانتی داده. جنگ ویتنام باری کلا هوشیمین همچنان با قدرت در واقع فرانسوی ها رو داره رنده میکنه. این هم از ریپابلیک آف ایندیا، آقای جواهارینا نهرو حکومت رو در دستان خودش گرفته. باری کلا باری کلا. 115 میلیارد دلار اقتصادمون مثبته، همطور که رشد جی دی پی ما رو مشاهده میکنین. آره خلاصه بریم داستان چیه. این قسمت ها رو بزنیم که حداقل نفوذ حزبمون بیاد بالا و بالاتر. الان 32% حزبمون بیشتر نداریم. آره خلاصه خب اینجا چیا داریم؟ حالا اینجا یکم دانشگاه و این داستان هاست، کوراپشن های فسادا رو داریم، باید فساد های مالی رو اینا رو اوکیش بکنیم. این قسمت خوبه. آهان، و در نهایت هم ما اینجا داریم دیگه اگزیکیوت نواب صفوی. نواب صفوی رو بزنیم. بعد ساواک تازه بعد از نواب صفوی تشکیل شد و واقعا من به شاه حق میدم ساواک رو درست بکنه، چون کاملا یک بستر تروریستی ایران بود. میگفتن شاه این کارو بکن، میگفت نه اوکی ما هم سران تو میکشیم. حالا من برام سوال اینه که آیا تلاش کردن که خود شاه رو هم بکشن؟ مسئله این است. میگم دیگه مردم ایران متاسفانه ولش کنیم. خب با قدرت بریم جلو، ببینیم شرایطمون چجوریه. فعلا خدا رو شکر داریم با قدرت پیشروی میکنیم. یه مقداری گفتیم درس تاریخ رو هم بدیم و ببینیم تاریخ چی گذشته بر سر ما که بر اساس اون بریم جلو تصمیماتمون رو بگیریم. خب خدا رو شکر هواپیمای جدیدم رسید. بالی کلا نسل که لایت جت ها، هواپیمای جدید با مبلغ ناچیز 200 میلیارد دلار بعد شما گرفتیم. ایول ایول، این خوبه. یه نکته ای هست، یکی از بچه ها توی داخل چت گفت اگه رو استان ها کلیک بکنی یه قسمت داری که من نمیبینمش، با 200 میلیارد دلار میتونی اونجا رو مدرن بکنی. فکرم احتمالا این قسمته، احتمالا، چون هنوز باز نشده، تکنولوژیشو نداریم. آره با هزینه 225 میلیارد دلار. ما بقیه کشورها چی؟ نه نمیشه. به هر حال با تمام قوامون بریم جلو، ببینیم شرایطمون چجوری میشه. من چرا تازگی اینقدر سوتی میدم؟ خب اسلامیک برادرهود ریوتینگ این ایجیپت، سعودی آرامکو استرایک. خب این آقا ما نمیدونیم الان قیمت نفت میره بالا میاد پایین شرایطمون چجوری میشه. قیمت نفت خب به مراتب بره بالا که ما سود میکنیم. آره خلاصه سوریان ریپابلیک، این طرف هم در واقع این طرف، درآمد اینا چجوریه؟ درآمدشون هم خدای خوبه، 637 میلیارد دلار دارن. عربستان داره همون عربستانی میشه که نیاز داره، ولی خب همونطور که میبینید شطور سوارشون رو دارن دیگه، دیویژن اورگانایزیشن ندارن و کولی اتکشون بالاست. خب یه نفر در واقع آهان اوکی، ظاهرا یه نفر رو کلا پرتش کردن بیرون، مال آلمان بود صدر اعظمشون، ولی اشکال نداره. همچنان ما بلوک شرق رو داریم و متاسفانه هنوز اون خروشچوف و مالنکوف حکومت رو در دست نگرفتن. من خیلی علاقه شدیدی به ویتنام پیدا کردم. باری کلا پسر چه دفاعی داری میکنیم؟ عالی. فوکسامون رو همچنان با قدرت انجام بدیم، با تمام قدرتمون بریم جلو، بریم شرایطمون چجوریه. خب خدا رو شکر فعلا تولیداتمون اونقدر هم قوی نیست، ولی تولیداتمون رو داریم انجام میدیم. این 15000 تاست، از این آفیس پارک ها نیاز داریم، خیلی هم زمانش طول میکشه. ما میتونیم در تهران نمیدونم کدوم قسمت ها بونوس های مثبتی داریم، کلا 6% بیشتر نداریم. یه دونه شو من تو مرکزی بسازم، در واقع عراق باید معدن تأسیسات ما باشه. خب ایول، Revelation of the Beauty of Mongolian Great
چین هم موفق نشد حقیقتا منگولیا رو بگیره، ولی خب گارانتی شوروی روی منگولیا هست. عالی. خب بنازم نیکیتا خروشچوف حکومت رو در واقع در دستان خودش گرفت. در فوکسای این برو ببین، بنازم فوکسا. آقا بچه دوست داشتید یه دورم با اینا بازی بکنیم، آمریکا چجوریه فوکساش؟ باری کلی یکم تاریک هست ولی خب قابل دیدن هستش. بنازم فرام با قدرت بازی رو ادامه بدیم. همچنان یه سری ریسرچ رو داریم انجام میدیم بتونیم یکم قدرتامونو بیاریم بالاتر. اینا ما میتونیم انجام بدیم. خیر ببینیم قدرت در واقع انرژی های سبزمون رو بریم سمتش. البته الان زورمون نمیرسه. ایول اینم از فوکس سیریمون بلا فاصله بیایم اینجا آماده بشیم، وضعیت کراپشن های مالی رو بهبود بدیم، از این وضعیت خراب شده در واقع بیایم بیرون. این چه وضعش خدایی ما داریم. هزینه های سلامتمون ما اینجا میتونیم اینو بیاریم بالا. هزینه های در واقع آموزشمونه میتونیم یه دونه بیاریم بالا. این باعث میشه که هزینه ها یکم بالاتر بره ولی کانسترکشن اسپیدمون میاد بالاتر. خوبه، من این قسمت رو اکتیو میکنم. نزدیک 2.6 میلیارد دلار ما هزینه هامون برای دانش همین الان جینگولی مستون رفت. ولی خب من خیلی دوست دارم این هزینه رو هم افزایش بدیم. نزدیک 60% هزینه‌اش بیشتر میشه، چیزی نمیشه، نهایت میشه 1.6 میلیارد دلار یا بلفظ 2.5 میلیارد دلار شد. اشکال نداره، همچنان در حال سودیم. اقتصاد ما به 151 میلیارد دلار رسیده. جی دی پی ما هم در تلاشه که بیاد بالا. جی دی پی ما باید تولیداتمون رو ببریم بالا. جنرال استرایک این بحرین. اوه آجی مصر چه خبره، نارن نظامی ها رو پاکسازی میکنن. بحرین هم بچه ها دارن شورش میکنن. باریکلا پول داریم و شما متاسفانه نمیتونید به من بگید آقا چی بخریم، قطار بخریم، کشتی تجاری بخریم، یکاش میتونست کارخونه و اینا بخریم. به نظر من بیایم یه حرکت بزنیم اینجا، ما در واقع یک نگوشییت بکنیم و بتونیم سلاحای غربی رو بروزش رو بخریم. آره شیپ و جت. آره بیایم سراغ کشتی، یکم کشتی بخریم از آمریکایی گل نازنی. البته زورمون نمیرسه، چقدر گرونه. مثلا 800 تا هلیکوپتر، یوتیلیتی هلیکوپتر نسل یک تازه تیر وان 200 میلیارد دلار. این کانوای دیسترویر، اوه دو تا دیسترویر بخوایم بخریم 250 میلیارد دلار. خیلی جذاب میشه گیم. بذارید بچه تازه محمد رضا شاه حکومت رو کامل تو دستان خودش بگیره. ما تازه انقلابمون 57 به عبارتی میکنه 42، یعنی میشه 60 و انقلاب ایران میلادی چند بوده؟ 68 78 عادتا باید 78 باشه. آره 78 میلادیه. ما تو این 20 سال وقت داریم که ایران خودمون رو در واقع قوی ترش بکنیم. رضا شاه اینجا قدرت حکومتش رو در واقع با قدرت داشته باشه. باری کلا دنیا داره به هم میریزه واقعا. حزب بعث هم همچنان خدا رو شکر همچنان در واقع قرار نگرفته و ما خدا رو شکر کار خودمون رو ادامه میدیم. این که فعالیتی انجام نمیدیم و بیشتر حرف میزنیم و شما الان دنبال هیجان میگردین، ما داریم بر اساس تاریخ میریم جلو تا ببینیم واقعا تاریخ چه اتفاقی افتاده، چه بلایی سر ایران اومده، چرا اینجوری شده. بیایم هزینه های جاسوسی و زیرزمینی همون رو ببریم بالاتر. اقتصادمون 3.2 میلیارد دلار مثبت شد. یکم باید رو اقتصادمون کار بکنیم. ماهانه 3.25 میلیارد دلار در واقع درآمدمونه. خیلی به نظر من عدد کمیه. الان نمیدونم درآمد، یکاش درآمد کشورها رو نشون میداد که چقدره. ایول اینم از این. دیسمیس زاهدی، این باعث میشه که در واقع 15% حزب پهلوی دیناستی دودمانه در واقع پهلوی بیشتر و بیشتر بشه، با قدرت به این بالا. ما متاسفانه فساد رو توی حکومت داریم که این باعث شده که 10% ثبات سیاسی کمتر، 5% کانسترکشن سپید و چیزهای دیگه.
داشته باشیم، ولی متاسفانه اونقدر وضعیت ریسرچ هامون افتضاحه که فقط و فقط ما داریم تلاش میکنیم که چی بگم والا، فقط تلاشمون اینه که ریسرچ های بیسیک و پایه‌ای رو انجام بدیم بتونیم ایران رو قوی تر بکنیم. حالا جلوتر ببینیم میتونیم در واقع راکتور بخریم و این کارا رو بکنیم و این داستانا عالی بشه. خب اینجا ما داریم یه قسمت دیگه، ما میتونیم شاه رو بکشیم. اینجا قرانی میخواد در واقع کودتا بکنه یا اول فاز. چه خبرمونه؟ چه خبرمونه؟ American Intel Sharing Ties the Ural. دارم میگردم دنبال فوکس هایی که به دردمون بخوره. ما اینجا جنگ داخلی هم داریم. The Fall of Tehran. یا اول فصل چقدر قسمت های سنگین رو احساس کنم ریسرچ هم کمه یا ریسرچ قرار بهم اضافه بشه. ما الان این مسیر رو داریم میایم پایین و بعد از یه مدت کلن ما یه دونه قرانی رو داریم که بتونیم در واقع زندانیش بکنیم یا سطح رفاه مردم بیاریم بالاتر. تنش آمریکا رو داریم یا قرانی کودتا بکنه. نه دیگه کودتایی نداریم دیگه، بعد از کودتای 12 مرداد 28 مرداد دیگه کودتایی نداریم و فعلا با قدرت بیاییم اینجا. من بلافاصله این قسمت زاهدی رو بزنیم و ظاهرا نواف صفوی هم در واقع موفق نشد که بتونه ترور آخرش رو انجام بده. فعلا بیایم اعدامش بکنیم، تیربارونش بکنیم، رندش رو بزنیم تا دیگه از این کارو نکنه. جمشید قاسم علی ظهیر نژاد فیلد مارشالمونه فعلا در حال حاضر. وضعیت دنیا بذار ببینیم، تنش‌های جهانی جنگ داریم. آره جنگ الجزیره رو داریم با فرانسه، نمیتونن برن جلو. این طرف هم جنگ اندونزی رو داریم. جنگ ویتنام ظاهرا تموم شد، بنازم بهش. اینا تونستن با قدرت با قلدری هرچه تمامتر در واقع حکومت رو تو دستان خودشون بگیرن. من خیلی علاقه دارم یکم بریم سراغ قسمت خریدا. ببینید 3 تا زیردریایی میتونیم بخریم با قیمت ناچیز فقط 250 میلیارد دلار، یا میتونیم در واقع 250 تا فایتر فکر کنم نسل 3 باشن. اینا قوی تر از اون فایترایی هستند که ما خریدیم. 400 میلیارد دلار خیلی پول کم گیرمون میاد، خیلی پول کم گیرمون میاد. اوف اینا هم که خیلی طول میکشه. بذارید من اینا رو کنسل بکنم، 200 روز زیاده. حداقل یه چند تا کانستراکشن بسازیم ببینیم شرایطمون چجوری میشه بابا، این فلاکت و بدبختی بیاییم بیرون. یه چند تا از اینا من بسازم. بمب اتم هم که متاسفانه نداریم. اینم از این The Execution of Nawab Safavi. اینم از اعدامش. باریکلا. حالا باید اینجا دیگه علما بلند میشن و ما سریعتر بیم ساواک رو تشکیل بدیم، از این فلاکت بیایم بیرون. خیلی اوضاع خرابه، خیلی اوضاع داخلی ایران خرابه. سریع شرایط رو بهبود ببخشیم، ببینیم آقا این چه وضعیت زشتیه که ما داریم. ما میتونیم خدمت سربازی رو یکم بیشترش بکنیم تا نمیدونم، به نظر من این کارو نکنیم. فعلا عضو سازمان ملل هم هستیم، اینجا تنها هدفمون روی کارخونه های نظامیه. ای کاش میتونستیم بیاریم پایین تر اینو. اقتصادمون هم که اقتصاد کاملا آزادیه. اینم از این عالی. بیام سراغ تکنولوژی های در واقع انرژی های. یکی خوشو آتیش زد، نمیدونم احتمالا یکی خوشو آتیش زده. این کارام میکردن دیگه، از این اعتراضات میکردن و فکر میکردن مثلا میگیره، ولی خب واقعا میگه. خب آهان، کیم ایل سونگز تور آف د استرن بلاک. اینه آقای سونگ، بنازم آقای سونگ در واقع از اینجا بلند شد و رفت اینجا رو دیدن بکنه، بلوک شرق رو ببینه، ببینه دنیا دست کیست، دنیا دست چیست. ولی متاسفانه همچنان انگلیسی ها 35% نفوذ دارن تو کشورمون. تو قسمت تصمیمات هم هیچ قسمت رو نداریم جز اینکه اینجا ما بزنیم نفوذشون بیاد پایین. نفوذشون رو به عدد 30% برسونیم تا ببینیم شرایط چی میشه دیگه. عالی عالی، خیلی این قسمت رو داره قلقلکم میده. هی دارم میگم چرا پول کم داریم،
پول زیادی میخوام. عوضی ها پولم بدید، پول بدید با قدرت براتون قدرت رو تشکیل بدم. خب ما بیاییم ساواک رو در واقع تشکیل بدیم با قدرت، تماماً دنیا، ایران، همشون زیر نظرمون باشن. اینم از این قسمت. بذار ببینیم قسمت جدیدی ما داریم. چقدر قسمت اینجا داریم؟ ما میتونیم اینجا کمونیستا رو بیاریم. توده هایجکینگ حزب توده رو بیاریم. اینم که زیاد جالب نیست. یعنی که کلن بیاریم سمت اسلامی ها. آره دیگه اینا باید اسلامی باشن. پرژد میلیتاری الهی بگردم. انتخابات سال 1954 مصدق دوباره حکومت رو تو دستش میگیره، این طرف دوباره مصدق کلن این طرف سمت مصدق هاست. کاری نداریم. این طرف هم مربوط به اسلامی ها بود، اگه اسلامی ها حکومت رو تو دستشون، نه این قسمت مربوط به قاجاره. آره خدا رو شکر زیاد دو قسمت این بریا کار نکرده. وضعیت فوکس ها، احساس ما من دنبال فوکس ها میگردم ببینم آیا جنگ ایران و عراق رو در واقع داریم. بذار من ببینم تو فوکس های عراق ببینیم جنگ ایران و عراق رو داریم یا چی. خیلی برام سواله. من خدا رو شکر فعلا تو ریسرچ های فوکس های اینا نمیبینم. آره نمیدونم جنگ ایران، ولی خب تاریخش رو داریم دیگه، بحران نفتی رو داریم. آهان پرنس فیصل در واقع کینگ سعود، پرنس فیصل تو که اوکی در واقع فیصل فکر کنم خفن ترین سعودیا باشه که یه جورای عربستان رو ساخت، ولی متاسفانه دوباره برگشتن رو اون دوران شتر سواری و این داستانا. خب اینجا ما چی داریم؟ یه قسمت داشتیم میتونستیم مالیات بگیریم. آها اینجا بود. ما مالیات هم 55% داریم میگیریم. مالیات رو قشنگ داریم رنده میکنیم از مردم. خوبه. ولی متاسفانه جی دی پی ما هیچ رشدی نمیکنه. اونم صرفا به خاطر اینکه هیچ تولیداتی نداریم. واقعا وضعیت ایران خیلی خرابه. یکاش دو تا فوکس کارخونه داشت. اینم از ساواک. بنازم به این قدرت. اینجا جمعیت در واقع کارخونه میاد بالاتر و چاره ای نیست دیگه. سیک ساپورت آفت علما. خدایا بیایم یکم در واقع چاپلوس بازی در بیاریم و بریم مشهد امام رضا و یه سری این حرکت ها بزنیم، بلکه اینا بخوابه شورش ها و اینا. نواب صفوی رو ما ترور کردیم، رندش رو زدیم. خب سازمان جاسوسی رو ببین یا ابوالفضل، چقدر زیاده. ولی خب فعلا تنها آپگریدی میتونیم بزنیم اینه که اونم نیازیست. خب در واقع میخواستن یه کودتا در یمن ایجاد بکنن که متاسفانه اتفاق نیفتاد. هواپیمای ظاهرن یک میگ 158 هم بوده که ظاهرن تصادف کرده و تو مرزای بلغارستان بوده، حالا نزده که چند نفر فوت کردن متاسفانه. تسلیت میگیم بهشون، اشکال نداره. امپریال استیت آف ایران. فعلا داریم میریم پایین ببینیم شرایطمون چجوری میشه. کودتای قرانی رو باید بگیریم. اون قسمت ظاهرن شاه و ترورش میکنن، تهران سقوط میکنه، رویال فامیلی رو همه رو میکشیم. جویند وارس آف پکت. اینجا انقلاب دیگه، این انقلاب نیست. کردیش اپرایزینگ، توده اپرایزینگ، حزب توده، حزب اینا. اینو باید بچه من مطالعه بکنم ببینم داستان چیه. کمک های اسرائیل رو بگیریم و در آخر هم یه 5 تا لندفورت بسازیم. The Iranian Civil War، جنگ داخلی ایران. آبادان کرایسیس، بحران آبادان. نه او که نفتمون به مشکل خورده برادر. خب ما در واقع با مبلغ ناچیز 90 میلیارد دلار بیایم اینجا رو آپگرید بکنیم. بریم ببینیم آپگرید ها چی بهمون میدن. این از این بلافاصله من بیام اینجا بهایی ها رو در واقع رندشون رو بزنیم. بودو پسر ایول، ما اینجا رو آپگرید کردیم. آپگرید پروگرس تو پرسنت در ما
آره بچه ها گفتن اینجا مدرن میشه و اینا، حالا ما کلیک کردیم ببینیم چه بونوس های مثبتی به ما خواهد داد. همچنان من زیر ساختار رو آپگرید میکنم و حقیقتا سمت چیزای دیگه نمیریم. ببینیم شرایطمون چجوری میشه. تولیدات غذامون که خدا رو شکر خوبه، جی دی پی مون هم که الحمدلله ثابته، ولی کارخونامون خیلی خیلی دیر ساخته میشن با اینکه 46% بونوس ساخت و ساز داریم. آره بحران اینجا رو داریم. چرا کامل نشون میده اینجا بیابونیه؟ اسلحه آماده بابا، ترسیدم اسلحه آماده، کرک و پرام ریخت. اینم از این 530 تا پورتکال پاور داریم. فعلا ایران خودمون رو داریم، فعلا ایران خودمون داریم. دیگه دارن میکشن، دیگه دارن ملت رو میکشن. American offers new African nation to join the technical assistance program. یه جوان 14 ساله رو ظاهرا زدن رندش کردن. آره خلاصه خوب ما اینجا پاکستان رو داریم. این چیه؟ این چه حکومتیه؟ Autonomous region of پشتونستان. جالب اینم. خب اولین در واقع ما اینجا ایول اولین ساواکیمون رو اینجا ما داشته باشیم. بنازم به این قدرت. فعلا کارخونامو نمیخوام استفاده بکنم برای این قسمت. خب وست جرمنی جوین ناتو. خب ناتو تشکیل شده و الان هم در واقع آمریکای غرب، میگم آمریکا، آلمان غربی وارد فکشن شد. ما این قسمت رو هم بزنیم، بیاییم پامون رو بزنیم روی بهایی نامرد، بگیم آقا اینجا ایرانه، یعنی شهری که، یعنی کشوری که. آره خلاصه ما میتونیم پولم قرض بکنیم و پول قرض بکنم رنده خریدار رو بزنم. همچنان اینجا من نفوذ کشورها رو بیارم پایین. 10.5% 10.5% هم شوروی رو هم نزدیک 21% هم شوروی و هم آمریکا در کشور ما نفوذ دارن. بنازم این قسمت انرژی هم انجام شد و اینم تولیدات کارخونه هامون میاد بالا، واقعا نیازش نداریم. اینم حجم نفتمون رو میاره بالا، قسمت خوبیه. این کارگر رو مشغول کارن. بیایم آقا این قسمت رو بزنیم، 15% درآمدمون از آفیس پارک ها در واقع بیاد بالاتر. هانف اوه 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 او شوخی نکن، ظاهرا توی عربستان هم میخواستن کودتا بکنن. چه خبر بوده دنیا، چه خبر بوده دنیا ها. ایول اینم از این، در واقع ما ترانزیستور داریم میسازیم. این چه وضع مملکته. اینم سازمان جاسوسی همون رو قوی و قوی ترش میکنه. به نظر من زیاد سمت اینجا نریم، بیایم اینجا یکم رو نظامی همون کار بکنیم، یکم رو نیروهای نظامی کار بکنیم، ببینیم شرایطمون چجوریه، اوکی هستن نیستن. بیا ما اینجا میتونیم این سلاح نسل جدید رو آپگرید بکنیم، بیاریم تو خط تولید. ایرانیان مدل یونایتد استیت کارباین کالیبر CM2. سلاح‌های M2 در واقع داشته باشیم. یکم داره اوضای مملکت به هم میریزه. من احساس میکنم خیلی دارم زود این فوکس های اینجا رو میزنم. این قرانی کودتا بکنه اینو خیلی زوده. نمیدونم بچه‌ها، حتما کامنت بکنید ببینید جریان چیه، حتما راهنماییم بکنید دیگه. آقا من استاد تاریخ که نیستم که ببینیم جریان از چه قراره. خب آپگریدای اینجا خدا رو شکر نصفش انجام شده. باید آپگریدای اینو بزنم که دیفنس بچه‌ها بیاد بالاتر، ارتش رو یکم بهبود ببخشیم، ببینیم شرایط چه جوریه. هزینه های اجتماعیمون 6 و 4 میلیارد دلاره، هزینه های نظامیمون 2 و 3 میلیارد دلاره. اونم خراجی که داریم میدیم. آهان حقوق زنان رو برطرف بکنیم، میگیم زنان گل بیاید آقا اینجا مملکت شماست، استفاده بکنیم. جی دی پی ما همچنان رشد نمیکنه، یه خط ثابت رو داریم میبینیم. ما یه خط اینجوری میخوایم، نمیشه؟ میشه ها، کارخونه نیاز داره. مونتگومری باس بایکوت تحریم شد. جالبه، میگم فعلا میتونیم پول قرض بکنیم، یکم بریم تو قرض و بهره و اینا، ارتش رو قوی تر بکنیم. به نظر من این کارو نکنیم، منطقی نیست، من راضی نیستم.
مردم گشنه باشن و ما خرج نظامیان بکنیم. آهان، توی تایپ هم در واقع کودتا شد. آره تایپ کودتا شد، حکومت عوض شد و پاکستان هم قبول نمیکنه ظاهرا. اینجا شرایط یکم به هم ریخته است، همونطور که میبینید اینا دست نشانده پاکستانیان و خود پاکستان هم دست نشانده انگلیسه، انگلیس نامرد. من خیلی خوشم میاد الان به در واقع اینا حمله بکنیم افغانستان. حقابه ما رو نمیدن، حقابه هیرمند رو نمیدن. هیرمند بود درست گفتم؟ تو نمیگه بگیریم بزنیمشون سرویسشون بکنیم. اینا حتما کامنت بکنین. خب عراق همچنان در تلاشی که در واقع شورش‌های کردها رو در واقع هندلش بکنه و فعلا هم ما داریم فوکسامون رو میریم پایین تر. استبلیش سیت کالچ آف هان آن، بیاییم در واقع اون میراث و نمیدونم اون جشنای 2500 ساله و اینا رو همه رو هندل بکنیم. باری کلمه آوردزش رو بهت افتخار میکنم، باری کلمه برو اینا کارا رو انجام بده تا بچه ها دارن کودتا میکنن تا ببینیم شرایط چی میشه. اینم از این. من دنبال فوکس میگردم حقیقتا. اینجا ما یه دونه ارتش و نیوی رو بیشتر نداریم، اینم یه کوچولو نیویمون قوی تر میشه، اتکمون میاد بالاتر. به نظر ما میتونیم یه کم رو ارتشمون کار بکنیم و... ولی خب من افغانستان رو پایم. برید بذار من یه سیف بگیرم که اگه نهایتا دوست نداشتید ما این کار رو نمی کنیم. چون من نمیدونم، این مادو بازی نکردم، نمیدونم جلوتر چه اتفاقی برامون میفته، جنگ داخلیمون چی میشه و و چیزهای دیگه. من اینجا با قدرت نیروهامو بیارم اینجا در مرزهای در واقع افغانستان. آفنسیو لاین قیافش فرق میکنه. The end of French India. آری کلا ظاهرن فرانسوی ها از هند کشیدن بیرون. آری کلا آری کلا نیروه ما بیاد اینجا. ما در واقع اعلان جنگ رو به افغانستان زدیم تا ببینیم نیروهاشون چجوری هن، ببینیم نیروهامون قوی هن نیستن، حداقل جنگمون رو با افغانستان متوجه بشیم. خب نکته ای که وجود داره، ما فرودگاه فقط یه جا داریم. این خیلی بده، این افتضاح برای ما. حداقل من اینجا یه 5 تا دونه ایربیس بسازم، 230 روزم بیشتر طول نمیکشه. یه 5 تا من فرودگاه اینجا بسازم که در واقع از هواپیمایی جدید هم حتی بتونیم استفاده بکنیم. آره خلاصه وضعیت اقتصادیمون 123 میلیارد دلار ما پول تو جیبمونه. جی دی پی مون هم که خدا رو شکر اصلا پیشرفتی نمیکنه، اونم به خاطر اینکه هیچ تولیداتی نداریم، هیچ کاری نمیکنیم. ولی امیدوارم که سریعتر، آهان مثلا این استیلای افغانستان رو ببینید، 25 تا استیل داره. بریم ارتشمون رو قوی تر بکنیم حالا تا میخوایم که وارد جنگ بشیم. حالا انگلیس هم البته افغانستان درخواست داده یا انگلیسی ها خواستن نمیدونم، ولی قاعدتا من تنها چیزی که میدونم اینه که رابطمون رو با شوروی خوب بکنیم، یه ترید و تجارت رو بتونیم برقرار بکنیم با هم. رابطمون با انگلیس هم خوبه، یکم از پورتکال پاورامون استفاده بکنیم. نفوذ انگلیس رو من بیارم پایین. آهار 21% نفوذ بیشتر در کشور ما نداره، با قدرت ساواک داره حرکت های خودش رو پیاده میکنه. چقدر نیرو دارن؟ فعلا 4 دیویژن آوردن. بذارید من این جاسوسمون رو بیارم اینجا، میدونم زورش نمیرسه ها، ولی خب یکم اطلاعات به دست بیار. خب جنگی که در واقع یه پرنسس رو آزاد بکنن، جنگ عربستان رو داریم. آره خلاصه Kingdom of Saudi Arabia. اینجا دیگه دارن شاه رنده همو میزنن، شاهزاده این اونو میکشه، این اونو میکشه، کلن ماجراها داریم. این و همچنان من نفوذ اینا رو بیارم پایین. باری کلا ما آبادان رو زدیم صنعتی بشه، خدا رو شکر 18% کامل شده با هزینه ناچیز. بچه ها ما آبادانی رو به آبادان میاریم با هزینه ناچیز فقط 90 میلیارد دلار. ما این کار رو کردیم، عالی. بذاریم قسمت های دیگر هم میتونیم این کار رو بکنیم. آهان مثلا شیراز رو میتونیم، این قسمت رو هم میتونیم. آجی چه اشکالی داره؟ خب بزنیم واقعا. بذاری من شیراز رو بزنم، آپگریدش بزنیم ببینیم آقا چه اتفاقی میفته. آها ببینید آپگریدش اینجوریه، فرزن ببینید 4 قسمت مختلف داره. ایول ایول گرفتم چی شد، یک هم داره گیم دستم میاده.
ببین چهار تا قسمت داره، مثلا سال 1900 که مثلا بر اساس این چی بهش میگن، بر اساس مثلا این 1850 قبل از میلاده، یعنی اینقدر ضعیف و بدبختیم، 1850 بی سی فکر کنم میشه قبل از میلاد، نمیدونم میلادی میشه 1900، در واقع این مناطق کاملا مثلا یه جورایی مثلا کارخونه‌ای میشه، دیولوپد فکر کنم دریافتی میشه، مدرن میشه. سال تازه 1975 ما این آپگرید رو بزنیم، مثلا سال 1975 مثلا این استانمون مدرن میشه، سال مثلا 1995 اتوماتیکی میشه، اسمارت سیتیز میشه، شهر اسمارت مثل دبی. آره خلاصه فعلا ما آبادان رو زدیم که در واقع این حرکت رو انجام بدیم، نمیدونم منفعت داره برامون نداره، چجوریه داستان، از چه قراره. ایول فرودگاهمون اینجا ساخته شد، من بزنم که یه دونه فروند هوایی اینجا اضافه بکنیم، جتامون بیان، قدرتشون چجوریه، ایر دیفنسشون 8 کمه، ایر اتکشون هم 13، اینا کلوزر اتکشون چنده، گراند اتک 11 خوبه، گراند اتک 11 خوبه، واقعا شرایطمون عالیه. خب افغانستان همطور که مشاهده میکنین نیروهای زیادی رو آورده تو مرز، بنده خدا احساس خطر کردن. حالا من نمیدونم تمپلیت هامون دیویژن هامون چجوری هن، خوب هن، نیستن، ولی خب فعلا داریم این قسمت ها رو در واقع اکتیو میکنیم. بیایم از آمریکا یکم سلاح وارد بکنیم. رئیس جمهور آمریکا همچنان عوض نشد، همون آقای هایزنهاور حکومت رو تو چنگاله خودش داره، ما همچنان زنده است و نمرده، نیکیتام فعلا اقدامی نکرده تا ببینیم شرایط چجوری میشه. عالی. ما اون طرف بلوک های مخصوص به خودشون رو داریم، ما اینجا هم اعلان جنگ رو در واقع 120 روز دیگه به افغانستان میدیم. من الان احساس خطر کردم و آهان، ایول ایول چه قسمت باحالی بود. یکم سلاح بسازیم ما اگه این قسمت، خب وزیر صدر، آره دیگه، نخست وزیر پاکستان در واقع از آمریکا دیدن کرد، باری کلا، یا آهان فکر کنم آمریکایی از پاکستان دیدن کرد، حالا فرقش دوتاست، جفتش دوتاست، هیچ مشکلی نداره، فعلا با قدرت آماده جنگ با افغانستان بشیم. و آره دیگه ماشاءالله سواک رو هم داریم، سوئس کالا سیزد. آهان، جمال عبدالناصر حکومت رو در دستان خودش گرفته، نظام دیکتاتوری جدیدی که ناسیونالیستن، ملیگرایین، تا ببینیم شرایطشون چجوری میشه. از اون حالت نظامیگری اومد بیرون امریکا. اینا سازمان ملل احساس میکنم یه کارایی میکنن ما متوجه نمیشیم. خب اینا رو من نمیدونم داستانشون چیه، یه قسمت هایی میخواستن سلاح بدن، نیروهای در واقع زمینی ارسال بکنن. بذاریم جنگی تو دنیا هست، همچنان بین الجزیره و در واقع فرانسه جنگه، باری کلا، اینا نه پیشروی میکنن نه اونا، داستان چیه. خب The Hungarian Tragedy، تراژدی Invasion of Hungary. آهان، ظاهرن در واقع کاری که شوروی کرد، رنده مجارستان رو زده و آره دیگه ارتش رو آورده اونجا، کاملا کنترل اونجا رو در چنگل‌های خودش گرفته، خدا لعنتتون کنه عوضی ها. خب مالیات رو نمیتونیم مثلا 65% بکنیم، تو رو خدا قول میدم که زیاد فشار نیارم به مردم، درسته مردم دارن له میشن زیر فشار، ولی خب این دلیل نمیشه، مردم باید قوی باشن، زیر فشارها تنبل بکنید. خب اینجا وضعیت چیه؟ ما همچنان میتونیم در واقع اینا رو آپگرید بزنیم، ولی اقتصادمون اونقدر رو هم جالب نیست که بخوایم این کارو انجام بدیم، ولی فعلا ما بیایم در واقع فوکس و تمرکزمون رو بذاریم روی کارخونه هامون و تولیدات جدیدمون، علل خصوص این قسمت کانستراکشن اسپید بگیریم. حالا درست 630 روز طول میکشه ولی اهمیت نداره. خب این هم از این جنگمون، 60 روز دیگه شروع میشه، خیلی هم عالی، ما بونوسای مثبت اینجا رو میگیریم.
ولی متاسفانه محمد رضا پهلوی هان وضعیت سلاحامون هم خدا رو شکر خوبه. حالا برای اینکه حالا کم نیاریم بذارید من اینجا فعلا نمیتونیم، بذارید من یکم نیروهای جدید بسازم. آه دیگه اینا اضافیه، یه 4 تا دیویژن به صورت تکی همتونم بیاید در واقع زیر مجموعه اینجا بیاید اینجا. عالی، یه 4 تا دیویژن جدید در واقع اضافه بکنیم، نیرومون با تمام قدرت آماده این بشن که بتونن برن جلو. اقتصادمون 3.7 میلیارد دلار فعلا مثبت و هیچ پیشرفتی متاسفانه نکردیم. حداقل جمعیت زیاد چه مالیات بگیریم، این چه وضعشه. خب ما دوباره بازم میتونیم لایسنسمون رو آپگرید بکنیم. چه جذاب، چه جذاب واقعا. همونطور که میبینید هزینه‌ها دیگه سنگین‌تر میشه، مثلا 300 تا کریر فایترز که اصلا به دردمون نمیخوره، فایترهای هواپیمابر، یعنی ناوهای هواپیمابر، اصلا ناو نمیخوایم الان. خب آپگریدامونو به نظر من بیایم فعلا سراغ این قسمت، حداقل تولیداتمون رو بتونیم یه سری قسمت‌ها انجام بدیم تا بعداً یکم پرو بشیم توی این قسمت‌ها. استرنج آف دی ایرانیان امپریال ایمورتال گارد، گاردهای جاویدان رو در واقع ما درست کردیم. قرانی کاب اتم، بریم جنگ شورش های داخلی رو به نظر من الان نزنیم، بذاریم تکلیف جنگ افغانستان معلوم شه بعد از اون بریم سراغش. نظرتون چیه؟ نظر من که کاملا موافقه، باریکلا. آپگرید رو بزنیم. مدرن ایژوکیشن سیستم، ببینید پول دارم این کارو بکنم و ریسرچ اسپید هم میگیریم، تولیداتمون هم میاد بالا، اشکال نداره. اقتصادمون 1.4 میلیارد دلار منفی شد، دیگه من آپگرید نمیزنم. من تنها تلاشم اینه که تولیدات من این فرودگاه رو کنسل بکنم، دیگه نیاز داریم. فقط تنها تلاش من اینه که اینا سریعتر ساخته بشن. الان 6 تا کارخونه داریم. مدرن شدن آبادان انجام شد، 30% مسیر تازه رفته، خیلی نامردین. بیاییم ما اینا رو آپگرید بکنیم، میریم تو قرض. بیاید آقا بیاید، اشکال نداره. ما 122 میلیارد دلار رفتیم تو قرض، بیشتر 200 میلیارد دلار، 212 میلیارد دلار ما رفتیم تو قرض که ما کامل جنوب ایران رو بزنیم مدرنیته بشن و یکم از این حالت در بیان. اسرائیل چیکار کرد؟ آهان، اسرائیل آماده جنگ شد. عرب ریپابلیک، او جنگ مصر و اسرائیل داریم. آقای جمال عبدالناصر، اسرائیل داره پیشروی میکنه. آهان، جنگ ما هم از این طرف تموم شد، ما میتونیم به افغانستان اعلان جنگ بدیم. بذارید هواپیمامو پیاده بکنم، زیادم هواپیمام نساختیم، فرودگاه البته. بیا هواپیما رو من بذارم زیر مجموعه این، میدونم یکم به مشکل خواهیم خورد ولی اشکال نداره. من اعلان جنگ رو بدم تا ببینیم، یه سیوم بگیریم که انگلیس وارد جنگ نشه حقیقتا. سیو داشته باشیم. بودو 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 بودو، اینم اعلان جنگ کوشش. آها اینه، اعلان جنگ رو داشته باشیم. نظامی های ما با تمام قدرت دارن میرن جلو. بریتیش تروپس فعلا خدا رو شکر مشکلی نداریم. خب نیروهای ما ظاهرا خیلی خوب دارن میرن جلو. من اینا رو حالت اگریسیو مانند بذارم، بزنیم که ساپلای هم بهشون با تمام قوا برسه. عالی. خب شماها بیایید، این نیروی افغانی ها بیاید اینجا، بیاید اینجا بتونید سیرکل بزنید، حمله کنید. نیروهای خفن من، باری کلا برید جلو، حمله. بنازم بنازم به این ارتش و قدرت. اسلحه آماده است، اسلحه با قدرت آماده هم. جمشین جمشید نه ها جمشید، ایول. ظاهرا خیلی راحت در واقع داریم میریم جلو. ما یکم از آمریکا خریداری بکنیم، یونیتاش رو بگیریم، سربازخونه هاشون رو بگیریم، مهماتشون رو بگیریم، ببینیم شرایطمون چگونه خواهد شد. شماها بیاید اینجا، بیاید اینجا که نیروهای اینجا رو یه دیویژن هم سیرکل بکنیم، غنیمته. شما مستقیم برید جلو. اقتصاد بدهی های ما الان 267 میلیارد دلاره، اشکال نداره، اشکال نداره، فعلا بدهیامونو داشته باشیم. قول میدم صاف بکنم، قول میدم دارم آبادانی میسازم. این چیه؟ او
این قسمت چیه؟ We can pay mercenaries and foreign fighters to help. آهان پشمون. Holy shit. حاجی این چه قسمت سمیه. مثلا ما میتونیم 10 تا در واقع کماندوی آمریکایی یا چه میدونم فرانسوی یا هر چی که هست رو بیاریم تو جنگمون به اون کمک بکنن. زیر آتیشیم. زیر آتیشیم یعنی چی؟ منتظر دستورم. منتظر دستور باش ولی زیر آتیش نباش. ما نباید زیر آتیش باشیم، ما باید روی آتیش باشیم. فعلا نیروهای ما دارن با قدرت میرن جلو، همطور که اشاره کردم بهش افغانستان به شدت تارجت مهمیه. ما قراره در واقع ایران رو قوی و قوی ترش بکنیم چه بس رو بتونیم با قدرت‌های بزرگ دنیا هم بجنگیم، ولی متاسفانه همونطور که میبینید فعلا دو تا قدرت بزرگ نداریم. The government اشکال نداره سر داستان بدهیامونه، اگه اشتباه نکنم بدهی های بانکیمون رو باید صاف بکنیم. فعلا اشکال نداره، نیرومون با قدرت برن جلو. تو اینجا بمون، دفاع رو نگه دارید، دفاع رو نگه دارید، برید جلو. اسلحه آماده، اسلحه آماده است. جنگ افغانستان احتمال خیلی زیاد یکم فرسایشی بشه جلوترش، نه الان. دشمن داریم، دشمن داریم، دشواری نداریم که. یکم هواپیما بخریم و سه تا رادار هم بسازیم. فعلا اقتصادمون با قدرت منفیه، با قدرت ها. هزینه های سلامت اجتماعی یکم زیاده. او ما تازه اینجا هزینه های جدید هم داریم، هزینه های سلامت، هزینه های ملامت. آره این قسمت ها رو من ندیده بودم، هزینه های اجتماعی. خلاصه نگم براتون بچه ها چی کار کردن. زارن دارن از افغانستان میخورن. جالبه شوروی وضعیت سلاحامون چجوریه. Oh yes that's right سلاح خیلی منفی داریم. اشکال نداره، من همون پلن همیشگی رو در واقع اجرا میکنم رو افغانستان. بیاید اینجا بچه ها، حمله نکنید، به پلن مخوف گذشتمون رو بریم جلو. بودوید بودوید بودوید، سریع تر با قطار جا به جا بشین. بذاریم نیروهای افغانستانی بیان جلو، ما سیستم سیرکل رو در واقع باید پیاده بکنیم روشون، اینجوری فایده نداره. شوروی جان شما سلاح به من میدی؟ ریکوست لندفورد. آره با آغوش باز هم قبول میکنه، 7300 تا اسلحه به ما میده، ولی یکش بیشتر میگرفتیم. گریسون هامون هم داریم. خب افغانستان عزیز من نمیخوای حمله کنی؟ چرا داره میاد جلو؟ آره کلا اسلحه آماده. خب ایجنت ما رو هم گرفتن، خاک تو سر ساواک کنم که جاسوس ما رو در افغانستان میگیرن. 2.9 میلیارد دلار ضرر داریم، یکم سر همین موضوع شاید استرس بگیریم. اه چیزای من کو، کارخونه هم کو. این هم جالبه. آهان بیم همچنان ارتشمون رو قوی تر بکنیم. یه دونه کارخونه نظامی اینجا گیرمون میاد، من گفتم همچنان نمیخوایم اون قرانی رو در واقع انجام بدیم. منتظر نیروی افغانستانی با قدرت بیان جلو، یکم دارن پیشرفت میکنن. بیاید جلو، بیاید جلو، بزنیم کامل نیروهاشون بیان جلو، بعد از اون بتونیم پلن سیرکل بندی رو بزنیم. اینجا نیروهاشون دارن میان، عالی. درسته که دوست نداریم یه ذره از خاک ایران رو بهشون بدیم، ولی خب مشکل سپلای رو داریم. شما بیاید سمت در واقع مشهد. بدوید بدوید با قطار، با قطار بیاید. بدوید بدوید، بذار نیروهاشون کامل بیان تو ایران. اصلا بیاید تهران هم بگیرید، مال خودتونه. وضعیت جنگ ما اینجا وارسافورتمون 4%، یعنی احتمال داره نابودم بشیم. بدو بدو باری کلا، نیروهاشون دارن میان جلو. بنازم نیروشون سریعتر بیان جلو، ما در واقع جنگ رو داشته باشیم. جنگ با افغانستان خیلی مهمه. منابع من استیلشون رو میخوام. این منابع استیل دارن، نمیدونم یه سری متال دارن، برق دارن، همه چی دارن. اون چیزایی که ما نیاز داریم و دارن حداقل، خدا رو شکر. خب نیروی افغانستان در واقع دارن میان جلو. مدرن ریلوی رو در واقع ساختیم. به نظر من بیایم اینجا آپگریدای نظامیام رو انجام بدیم تا از این فلاکت بیایم بیرون. شماها اینا رو دیلیت کنیم همتون.
بیاید اینجا از دو لاین مختلف از اینجا کامل گیاهی سیرکل بکنیم تا ببینیم شرایط چی میشه. اینم از این دو تا ایربیس بسازیم و هواپیماهامون. این هواپیما کجا آورده؟ 50 هواپیما. عجب. ساپورت هوا رو هم نداریم، اینا دارن. بودو بودو شما بیایید این ور ساپورت بدید. 50 تا بیشتر نیستید دیگه، ساپورت هوایی اینجا رو حداقل بگیریم. خب نیروی ما با تمام قدرت برید جلو. باریکلا چه اتک سنگینی هم زدید به نازم. ولی یکم بچه ها دیر دارن میرن جلو، اونم به خاطر اینکه ساپلای احتمالا بهشون نمیرسه دیگه. همطور که میبینید افغانستان جنوب ما رو داره میگیره، احتمالا اون سرمایه گذاری های ما به فنا نره. بودو بودو اینجا رو ببینید جلو. بودو بودو این مسیر رو سریعتر بیاید برید جلوی سیرکل بزنید نیروهای افغانستان رو. میگم همیشه خدا این سیستم جواب میده. هواپیما رو ببینید، آری کلا به این هواپیماها. بودید بودید شما دیویژن ها راحت بیاید اینجا اینا رو سیرکل بکنید. بودو تو مستقیم برو کابل رو بگیر بنازم. این چیه؟ نان ناف من پاور. جالبه. خب تو بیا به این حمله کن، تو بیا به این حمله کن، شما ستا برید جلو، ما در واقع بتونیم سیرکلمون رو بزنیم. بودو 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 نصفتون بیاید اینجا، از اینجا برید جلو. باری کلده فقط بودوید بودوید بچه ها برسید دیگه. سیرکل ما جزء واجبات نیروی افغانستان دارن به تهران هم میرسن. بودو پسر بودو 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 بی اینجا. آدم متوجه نمیشه اینا چقدر چیز هم دارن. بی اینجا برو کابل رو بگیر. شما بیاید اینجا، شما بیا اینجا، شماها تو که بیا اینجا، اینا رو سیرکل کنیم. بودو 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 یه دیویژن هم یه دیویژن، البته نیروی خودمون هم دارن سیرکل میشن ها. اوکی از شماها تو بیا اینجا، تو بیا اینجا، بودو 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 با قطار بیا سریع دفاع اونجا رو بگیریم، سیرکل نشیم. ظاهرا ای آی گیم اینجا یکم فرق میکنه، زیاد نوب نیست. این یکی خورد. با قدرت بریم جلو. نیروهای ایرانی با تمام قواشون دارن میرن جلو. بنازم بنازم. کاش از اون ترانسپورت ها خریده بودیم. بیا بی برو جلو، بی برو جلو جون مادرت. سری ما افغانستان رو بندازیم. 32% جنگ رو از دست داده. بودو 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 نیروهای ما. ای بابا شکست خوردید که، چقدر شما پفکین. بی اینجا رو بگیر، یکم ساپلای بچه ها مثبت بشه. بودو 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 این نیروهاشون دارن میانا. چقدر جنگ کوهستانی چرته واقعا. بیایید اینجا، نیروی افغانستان که از این سمت دارن میرن جلو، ما همچنان با تاکتیک خودمون داریم سپری میکنیم. بودو 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 جان مادرتون بودوید. یه سیرکل ازتون میخوام ها، یه سیرکل. بودو بودو تو همینو مسیر رو مستقیم بیا، تو کابل رو بگیر. باری کلا پسر تو اینجا دفاع کن، باری کلا دفاع رو داشته باشیم. تو بلافاصله همین رو بیا جلو، کابل داره سقوط میکنه. عالی. بی اینجا بی اینجا بی اینجا. آها کابل سقوط کرد. وار ساپورتشون 62%. باید قنده ها رو بگیریم. ولی تو بی اینجا فرودگاهشون رو بگیر دیگه، فرودگاه نداشته باشن. آی 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 آی. خب تو بیا اینو من دیلیت کنم. بودو 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 بودو, بودو. بی اینجا از پشتش بیا اینا رو سیرکل کن. تو بیا اینجا، میگم یه دیویژن آخرش نتونستین سیرکل بکنید. تو همینو بیا پایین، شهرهاشون رو بگیریم، ویکتوری پوینتاشون رو بگیریم. این هم که داره میره سمت شمال. عالی. دیویژن های ما فعلا با قدرت دارن میرن جلو. باری کلا حداقل ما سیرکل اون چیزی رو که میخواستیم کابل رو پایتختشون رو زدیم. هواپیمای جدید هم اینجا رسیدن. عالی. اینجا نیروهاشون رو سیرکل کردیم، داره میره جلو ها. عوضی داره اسفان رو میگیره. برو خفتش کن بودو پسر. بی اینجا بی جلو، شما بی اینجا، بی اینجا یه سیرکل بزنیم، نیروهاشون رو قیچی بکنیم. جنگ چریکی رو من عاشقشم، دوره هاشو دیدم. و اینم از این سقوط افغانستان. من تمام زمین ها رو میگیرم، من تمام زمین های ایران رو میگیرم.
و نیروها رو بیاییم دوباره پخش بکنیم دیگه. بدوید نیروها پخش بشن. ایول جی دی پی ما 25.4 شد، 1 میلیارد دلار در واقع سقوط کرد، اونم به خاطر جمعیت جدید و قسمت‌های جدیدی که داریم فعلا. ولی خب منابعمون خدا رو شکر یه سری از این متالو مثبت شد. ایول باید قضامون رو اوکی بکنیم. پس این قسمت توریدات قضامون کجاست؟ بودو آها اینه. یکم غذا بسازیم ببینیم شرایط چجوری. این قسمت داره انجام میشه، خدا رو شکر، خدا رو شکر که بافش نمیپره. 48%. این چند ماه طول میکشه؟ یعنی 50 ماه هر چیزی طول میکشه، سالش 3-4 سال طول میکشه. ای کاش اینو زودتر به من میگفتید زودتر میزدم. به هر حال بازم دیر نیست، شرایطمون خیلی خوبه. این چیه؟ ما الان اقتصادمون منفیه و اینجا در واقع میگه که بدهیامونو صاف بکنیم. بعدیش اینه که نمیگه چقدر نفوذ دارن تو ما. بذار ما تیکشو میزنیم. عالی. فقط تیکشو زدیم تا ببینیم شرایطمون چجوری میشه. اقتصاد ما 4.5 میلیارد دلار منفیه، 258 میلیارد دلار هم بدهی داریم. شرایط به شدت اسفناک و ناگواریه. من میتونم اقتصاد اوکیش بکنم ولی خب تولیداتمون میاد پایین. چیه شیلا؟ این هم از این. بذارید بیام تو این قسمت اقتصادی public education. کدوم هزینه ها زیاده؟ بذار اونو بیاریم پایین تر. هزینه های سلامت، هزینه های اجتماعی. بذار هزینه های اجتماعی رو بیارم پایین، اینم بیارم پایین. اقتصادمون یه 700 میلیون دلار مثبت شد. خب ما بیاریم این قرانی رو بزنیم بریم جریانش چجوری میشه بنازم. ولی این که از نظر من تا اینجای کارو داشته باشیم، اصلا متوجه نشدم یک ساعت گیم شد، واقعا متوجه نشدم تا اینجای کارو داشته باشیم. تو بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقاتی میفته. حتما حتما مثل همیشه دم تک تک دوستانی که ما را حمایت میکنن گرم و لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بچه ها دوره پر قدرت پر انرژی میبینمتون، پس لایک یادتون نره. این یه انرژی برای من که هر روز براتون ویدیوی ایوای جذاب انگیز آلود تولید بکنم. دمتون گرم بچه ها، دوباره پر قدرت میبینمتون.